پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالگرد انقلاب سیاه 22 بهمن. 22 بهمن ماه سال 1391. هم میهنان عزیزم، 34 سال از وقوع انقلاب سیاه 22 بهمن 1357 میگذرد. انقلابی که با روی کار آمدن یک رژیم ضد ملی، چرخهای در حرکت ترقی و توسعه ایران را متوقف کرد و طی این سالها با اشاعه خرافات و کهنه پرستی و در ستیز با علم و دانش که لازمه زندگی امروز است، در تقابل با خردگرایی و دانایی کوشید که اندیشه های واپس گرایانه خود را به یک ملت با فرهنگ تحمیل کند و مملکت را در شؤون مختلف زندگی به فلاکت و بدبختی بکشاند. این رژیم دشمنی خود را با ملت ایران با تعطیل نمودن دانشگاه‌ها و مراکز عالی آغاز نمود و مانع ادامه خدمت استادان و دانشمندان با ارزش ایرانی گردید. هزاران نفر از متفکرین، اندیشمندان و نخبگان دلسوز ایران را از خدمت به وطن باز داشت تا زمینه را برای رشد نهادهای به اصطلاح انقلابی هموار سازد. هم میهنانم، جمهوری اسلامی که موجودیت خود را با جهل و جنایت گره زده، همواره کوشیده است که در حفظ و بقای رژیم واپسگرای خیش و در ستیزه با تمدن و فرهنگ و هویت ایرانی به عمر نکبتبار خود ادامه دهد. آثار مخرب این رژیم ایران ستیز امروز در همه شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورمان به خوبی مشهود است. به ویژه ستیز با فرهنگ و تاریخ ملتی که همواره الگوی انسانیت، بشردوستی و شرف انسانی بوده است و البته جای خوشحالی است که طی این سالهای تاریک شوربختی، ایستادگی و مقاومت ملی و فرهنگی شما ایرانیاران، به ویژه شیرزنان و جوانان برومند ایران زمین، تلاش شوم این حکومت ضد بشری را در کمرنگ کردن هویت ایرانی بی اثر ساخته و کوشش شما ایران دختران و گردآفریدها علارغم ارعاب و سرکوب و هجوم فرهنگ واپس گرایانه موجب گردیده تا نام ایران و هویت ملی ما زنده بماند. به یاد آورید بیش از 25 قرن پیش که فقر معنویت، انسانهای خودکامه و ویرانگر جهانی را به کام جهل، بربریت و اسارت کشانده بود، این نیاکان پرارج ما بودند که به عنوان پیام‌آوران پاکی‌ها و راستی‌ها با تکیه بر باورهای ایرانی به نیکی، انسان دوستی و احترام به آیین‌ها و سنت‌ها حتی در ورای مرزهای ایران زمین صلح و دوستی و برابری و آزادی را به عنوان بنمایه خرد و ارزش‌های والای انسانی به بشریت پیشکش نمودند و جهانی ساختند. آزاد و آباد که امروز نمود آن را در صخره‌های سخت و پایدار تخت جمشید، بیستون، نقش رستم و شکوه این فرهنگ و تمدن کهن را در آثار فردوسی طوسی،
حافظ، سعدی، خیام، مولانا و نظامی گنجوی مشاهده می کنیم. ما فرزندان خلف این سرافرازان تاریخ هستیم و شایسته است آنچه در توان داریم در راه حفظ شکوه تمدن و فرهنگ غنی سرزمینمان به کار گرفته و پرچم سرافرازیمان را به نسل‌های بعد بسپاریم. هم میهنانم، اینک زمان آن فرا رسیده است تا در یک همبستگی ملی موجودیت ملک و ملت را بر هویت ملی خیش استوار گردانیم و در این شرایط سخت که جاه طلبی های رژیم حاکم کشور جاودانی ما را به بحران های گوناگون کشانده و ما را به ورطه یک جنگ ناخواسته خانمانسوز دیگر سوق می دهد، بیش از پیش در کنار هم به چاره‌جویی بپردازیم و در خاک پاک ایران به جای کینه و نفرت به عشق و دوستی و آشتی فکر کنیم و در پاسداری از مرز و بوم و ارزش‌های والای انسانی کوشا باشیم. من همبستگی میان هموطنانم را کلید رهایی ایران می‌دانم. باور من این است که استقرار حکومت مردم و قانون و شایسته سالاری ملت در گرو و تأکید بر یک تفاهم ملی امکان پذیر است. بی تردید همدلی و همگامی و یکرنگی ما را به پیروزی می رساند. من در این راه خطیر و سرنوشت ساز که سربلندی ایران در گروه آن است در کنار شما هستم. پاینده ایران، رضا پهلوی.